سلام، به اسرار کیهان خوش اومدین. امشب در یک ویژه برنامه جذاب قراره که به یکی از کشفیات جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب بپردازیم، کشفی که تمام دانش و اطلاعات ما رو از گذشته به چالش میکشونه. تصور کنید به روزهای ابتدایی کیهان سفر کنید و لحظه ای رو ببینید که کهکشانهای اولیه تازه دارن متولد میشن. حالا جیمز وب به ما این امکان رو میده که به عمق اون دوران سفر کنیم و چیزی رو که میبینیم واقعا باور نکردنیه. تلسکوپ فضایی جیمز وب در پروژه پرتاب اولیه کیهان شناسی از سیرز موفق شد با استفاده از دوربین فروسرخ نزدیکش موسون و نیرکم نمای باشکوهی را از کهکشانهای دور افتاده ای ثبت کنه که نورشان بیش از 13 میلیارد سال در سفر بوده تا به ما برسد. این کهکشانها در زمانی شکل گرفتن که جهان ما بسیار جوان بوده، فقط چند صد میلیون سال پس از بیگ بنگ. در این تصاویر کهکشانهایی را مشاهده کردیم که به نظر می رسید خیلی بزرگ و پرجرم هستند. برخی از این کهکشانها به قدری بزرگ و پرجرم به نظر می رسیدند که شبیه به بحرانی در کیهان شناسی بودند. همین موضوع بود که باعث شد تا بعضی از دانشمندان فکر کنند شاید نظریه های فعلیمون درباره تشکیل و تکامل جهان نیاز به بازنگری داشته باشه. اما حالا در این مطالعه جدید پرده از روی این معما برداشت. تحقیقات اخیر نشان دادن که برخی از این کهکشان‌ها در واقع اونقدرها هم پرجرم نیستند. چرا؟ به خاطر سیاه‌چاله‌هایی که در مرکز اونها وجود داره. سیاه‌چاله‌ها باعث می‌شوند که کهکشان‌ها بسیار روشن‌تر و بزرگتر از اون چیزی که هستند به نظر برسند. سیاه‌چاله‌ها گاز و غبار اطرافشون رو با سرعت زیاد جذب می‌کنند و این گازهای در حال سقوط به سمت سیاه‌چاله گرم شده و نور شدیدی از خود منتشر می‌کنند. این نور اضافی باعث میشه که کهکشان‌ها ظاهری بسیار بزرگتر و پرجرم‌تر از اون چیزی که واقعاً هستن پیدا کنند. این پدیده به معنای واقعی کلمه مانند یک لامپ پرنور در مرکز کهکشان‌ها عمل می‌کنه که موجب میشه ما تصور کنیم کهکشان بزرگتر و پرجرم‌تر از اون چیزی که هست دیده بشه. اما وقتی که این کهکشان‌ها که به نقاط قرمز کوچک شناخته میشن از تحلیل‌ها حذف شدند، محققان متوجه شدند که باقی کهکشان‌های اولیه به خوبی با پیش‌بینی‌های مدل استاندارد کیهان‌شناسی همخوانی دارند. این یعنی هنوز هم نظریه‌های ما در مورد ساختار و تکامل جهان معتبر هستند. اما حتی با این توضیحات هم هنوز سوالات زیادی باقی میمونه. مثلا چرا هنوز هم نسبت به اون چیزی که انتظار داشتیم کهکشان‌های بیشتری در داده‌های جیمز وب وجود دارند؟ یکی از فرضیه‌ها اینه که شاید ستاره‌ها در جهان اولیه سریع‌تر از امروز تشکیل می‌شدند. شاید شرایط اون زمان طوری بود که گازها سریع‌تر سرد و به ستاره تبدیل می‌شدند. در جهان امروز وقتی گازها شروع به سرد شدن و فروپاشی برای تشکیل ستاره ها می کنند، فشار حرارتی بالایی رو تولید می کنند که به نوعی این فرایندها رو کند می کنه. اما شاید در جهان اولیه که چگالی بیشتر بود، این فشار به اندازه کافی قوی نبود تا جلوی تشکیل سریع ستاره ها رو بگیره. این نظریه می تونه توضیح بده که چرا ما هنوز کهکشان های زیادی رو در داده های جیمز وب می بینیم. این کشف نه تنها یه مشکل بزرگ رو برامون حل کرده، بلکه در مقابل یه عالم سوالات جدید رو تو ذهنمون روشن کرده. سوالاتی که حالا باید به دنبال جواب برای اونا بگردیم. این دقیقاً همون بخش لذت بخش و شگفت انگیز بودن دنیای علمه. هر بار که سوالی برامون پیش میاد به دنبال جوابش میگردیم و وقتی جواب رو پیدا بکنیم سوالهای دیگه دوباره سرکلشون پیدا میشه. قطعاً در اسرار کیهان بعدی یک کشف شگفت انگیز دیگر رو که الان ازش خبر نداریم رو بررسی میکنیم. مراقب خودتون باشین. شب آروم و پرستاره‌ای رو برای همتون آرزو میکنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.